بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم شبکه نصر تی وی. خب تو جلسات قبل در مورد بحث عهد الهی و اینکه چطور شد صهیونیسم جهانی شکل گرفت صحبت کردیم که ببینیم آیا این نگاه نگاه دینی در پس اون بوده یا نه، آیا ما میتونیم اتفاقات دنیا رو با نگاه دینی و عقیدتی هم آنالیز و بررسی و تجزیه و تحلیل بکنیم یا نه. میخوام اینو بررسی بکنیم. خب تو جلسات قبل از عهد صحبت کردیم که با نوح، ابراهیم، موسی بسته شد، بعد بنی اسرائیل شکستن چون احساس کردن مسیحیت میتونن اون قوم برگزیده باشن، نفوذی فرستادن مثل پولس و او هم تحریف کرد و با گذاشتن احکامی مثل خوردن گوشت خوک و ختنه کردن و سه خدایی کردن مسیحیت که کاملا برخلاف کتاب مقدس یعنی عهد قدیم بود، باعث شد که مسیحی‌ها از عهد الهی خارج بشن چون پولس رو به عنوان قدیس بعد از عیسی پذیرفتن. متاسفانه جالب بدونید الان یهودی‌ها ختنه می‌کنند، مسیحی‌ها ختنه نمی‌کنند، مسلمانان ختنه می‌کنند. یهودیان گوشت خوک نمی‌خورند، مسیحیان می‌خورند، مسلمانان نمی‌خورند. یعنی کاملا مشخص دین ادیان، به این سه دین میگن ادیان ابراهیمی. در مسیر ادیان ابراهیمی ختنه بوده و گوشت خوک خوردن نبوده. این وسط مسیحیتی که برعکس عمل کرده، اونم به خاطر این فرد به نام پولس بود. جالبه در کتاب آنتیکرایست نیچه شما میتونید موارد متعددی هستش که نیچه به پولس پرخاش میکنه و او رو یک خاخام یهودی میدانه. خیلی جالبه، اشاره میکنه، یعنی تشخیص داده که او خیلی زیرکانه آمد و یک مسیحیت رو دودمانش رو به باد داد و به هم ریخت و یک این دین رو ساخت که متاسفانه الان خیلی از مردم اروپا اگر از دین برگشتن به خاطر احکام سختگیرانه مسیحیته. کارهایی که مسیحیت کاتولیک کرد در قرون وسطا باعث شد تا مردم بیزار بشن از این. بعد مارتین لوتر اومد یک خورده آزادی‌های بیشتر داد، یعنی خودش شبیه یک پیامبر اومد گفت این کارو بکنید این کارو نکنید، در حالی که پیامبر نبود، او هم یک کشیش بود. یعنی پس این دین الهی نیست، این دین آقای مارتین لوتره. دقت کنید، پروتستانتیسم دین آقای لوتره، او گفت این کارو نکنیم این کارو بکنیم. بر مبنا هم خودش بود، یعنی نسبی کاری بود اما مبنا رو خودش قرار داد. او بر مبنای خودم تشخیص میدم این کار بکنیم. مثل اینکه همین الان شما میتونید یه دین درست بکنید، منم میتونم برای خودم یه دین درست بکنم. ظاهرا نباید مشکلی به وجود بیاد دیگه با این شرایطی که کتاب مقدس معرفی میکنه. خب بگذاریم، میخوام ببینیم بعد از اون چه اتفاقی افتاد. کتاب مقدس هم در تورات عهد قدیم و هم در عهد جدید گزاره هایی بود، نشونه هایی بود که یک پیغمبری در آخر الزمان خواهد آمد که او کار رو تمام میکنه. اما در مورد این پیامبر که بود اختلاف نظر وجود داشت. در مورد اناجیل هم بحثه. به عنوان مثال این چهار انجیلی که ما میشناسیم، چهار انجیل معروف، از میان ده ها انجیل انتخاب شدن. یعنی سران کلیسا جمع شدن گفتن این انجیل ها رو بپذیریم. اینا انجیل هایی بود که کاملا ویرایش شده بودن، از فیلتر این آقایون گذشته بودن و مشکلی دیگه ظاهرا نداشت. چند وقت پیش، یعنی چندین سال پیش، یک انجیلی پیدا میشه به اسم انجیل بارنابا که در اون انجیل رسما شما میبینید اشاره میکنه که مسیح به صلیب کشیده نشده، یعنی حرف قرآن رو تایید میکنه. قرآن نظرش بر اینه که مسیح پیامبر الهی میدونه، خیلی هم ازش تعریف میکنه، از خود انجیل هم بیشتر. بعد خدمت شما عرض بکنم، میگه زمانی که میخواست این مسیح به صلیب کشیده بشه، ما او رو اجازه ندادیم بهش توهین بشه، ما او رو گرفتیم و به آسمان بردیم. جودایوس اسکاریوتی، یهودای خائن رو شبیه مسیح کردیم و او رو به صلیب کشیدن. اگر شما در تاریخ خوندید که مواردی هست که میگه که خدمت شما عرض بکنم مسیح بر روی صلیب مهملات میگفته، مزخرفاتی میگفته که میگفته من مسیح نیستم، منو پایین بکشیدم، منو آزادم بکنید، این در واقع یهودا اسکاریوتی بوده که میگفته من مسیح نیستم. به خاطر اینکه بتونن توجیه بکنن در اناجیل یه آیه اضافه کردن که قبل از اینکه عیسی رو به صلیب بکشن به اون شراب دادن که بعدها بگن به خاطر اون شراب بوده، مست کرده بوده بر روی صلیب و این حرفا رو میزده. نکته دیگه اینی که بلافاصله در تاریخ بعد از جریان به صلیب کشیده شدن، جوداس اسکاریوتی، یهودای خائن، غیب میشه. خیلی عجیبه، چون غیب میشه مجبور شدن اینم درست کنن، یک بند دیگه اضافه کردن، گفتن یهودا بعد آخر کار پشیمون شد، رفت سراغ شورای سنهدرین، شورای خاخام های یهودی، گفت من پشیمونم، این سیکسکه نقره که مسیحو بابت اون لو دادم. یکی از حواریون بود یهودا، گفت مال خودتون. بعد اونا گفتن این پولو ما نمیتونیم بگیریم، هر کار میخواست بکنید کردی تو دیگه. بعد این برگشت خودش رفت دار زد،
با این اضافه ماجرای یهود اسکاریوتی هم هست که گفتن دلیل حذف شدنش این بوده که اینا همش سند تاریخی نداره متاسفانه، دست تحریفگرشونه. چون واقعا به یک بار یهود اسکاریوتی گم میشه، مسیح بر بالای صلیب یه سری مهملات گفته، بهتر اینو بهتون بگم. این همون یهود اسکاریوتی بود بر روی صلیب یک سری مهملات گفت، میگه مهملات نمیگفت، حقیقت رو میگفت، میگه من اشتباه گرفتید، من عیسی نیستم. اینا میگفتن عیسی ترسیده، برای اینکه بتونن از یک طرف مونده بودن چرا عیسی این حرفو زده، باید اون پیامبر الهیه، اون کسی که قربانی بزرگه، باید این کارو نمیکرده. بعد میگفتن چی؟ گفتن اون شراب بهش خورونده بودن، اگرم حرفی زده به خاطر اینکه مست بوده. عجب، در حالی که قرآن میگه هیچ کدام اینها نیست. ما عیسی رو چون دوست داشتیم و منجی بود گرفتیم و به آسمان بردیم، در آخر الزمان باز خواهد گشت. اما عیسی کتابش انجیله، انجیل در زبان عبری آرامی به معنی بشارته. عیسی آمد تا بشارت بدهد که بعد از من کس دیگری خواهد آمد. من برای شما مواردی رو میخونم. در قرآن ما در سوره صف آیه 6 داریم که و بیادار هنگامی که عیسی پسر مریم گفت ای بنی اسرائیل، من فرستاده خدا به سوی شما هستم و کتاب تورات را که قبل از من فرستاده شده است تصدیق میکنم و نیز شما را مژده میدهم که بعد از من رسولی بیاید که نام او احمد است. هنگامی که او احمد با معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان آمد گفتند این سحری آشکار است. یعنی حضرت قرآن میگه که عیسی به مردم گفته بوده من پیامبری هستم که موسی را تایید میکنم، تورات را تایید میکنم و میگم که بعد از من پیامبری خواهد آمد. جالبه بدونید که در یوحنا 14 16 و 15 26 این مسئله آمده، رسما اینطور میگه، میگه بعد از من پیامبری به نام احمد خواهد آمد. این کلمه رو شما میدانید زبان انجیل به زبان آرامی بوده. شما فیلم آقای مل گیبسون رو که نگاه بکنید که به زبان آرامی ساخته شده، عیسی نمیگه گاد، میگه الله، یعنی به زبان همان مردم. الله کلامی است که امروز در قرآن به خدا میگن الله. این آلا بعدان از زبان آرامی به زبان یونانی برده شد، از یونانی برده شد به انگلیسی، از انگلیسی به برخی زبانهای دیگر ترجمه شد و تا جایی که میتونستن این آقایان تغییر دادن کلمات را. یکی از کلماتی که تغییر دادن پاراکلیتاست که در یونانی شد پاراکلیتوس. معنیش چیه؟ به معنای ستوده شده، معادل درستش احمد. رسما آمده که عیسی میگه بعد از من پاراکلیت خواهد آمد. این رو کلی زحمت کشیدن پاراکلیت رو معنی به جای ستوده شده به معنی تسلی بخش بدهند. اما بالاخره این کیه که بعد از عیسی قراره بیاد؟ یا خدمت شما عرض کنم اشعیا 11:28-42 باز دوباره در مورد این بحث صحبت شده. اگر در کتاب‌های دیگه بخوام براتون میگم، در اشعیا 29:42 میگه آن صحرا و قریه‌های اهل قیدار و ساکنان کوه سلع که آواز برمی‌دارند و ترنم می‌کنند و جزیره‌ها تسبیح می‌خوانند کجا و چه کسانی هستند. اینجا داره صحبت می‌کنه از یک پیامبری که می‌خواد از اهل قریه‌های اهل قیدار بیاد و در کنار کوه سلع. خوبه شما بدونید در کتاب پیدایش 13:15 گفته قیدار دومین فرزند اسماعیله و اینکه در پیدایش 2:21 میگه که کوه سلع همان جایی است که هاجر و فرزندش اسماعیل رو در اونجا رها کردیم. پس آن پیامبر پیامبری است که در منطقه کوه سلع یعنی حجاز، همونجا که رها کردن اسماعیل رو، کجا رها کردن؟ در عربستان کنونی. و از فرزندان اسماعیل، از قیدار که یکی از فرزندان اسماعیل، او خواهد آمد. خب بدونید یهودی ها هم این مطلب رو میدونستن. از 300 سال قبل از آمدن پیامبر به شمال منطقه حجاز در عربستان رفتن، شهری به نام یثرب که بعدها اسم مدینا یا مدینه به خودش گرفت. یهودی ها وقتی با مردم مدینه می جنگیدن می گفتن اجازه بدید پیغمبر ما که آمد ما حساب شما رو خواهیم برسید. اما زمانی که این پیامبر آمد وعده الهی تورات به وقوع پیوست. او از فرزندان ابراهیم بود، منتها نه از فرزندان اسحاق بلکه از فرزندان اسماعیل. یهودیان نمیتونستن بپذیرن دوباره یک نفر اومده که از پسر عموهای این هست اما از خودشون نیست، فلذا شروع کردن با او دشمنی کردن و او را اذیت و آزار بسیار زیادی کردن. سه قبیله در شمال مدینه بود تا تونستن مسلمانان اذیت کردن و نهایتا منجر به جنگ بین مسلمانان و اونها میشه. و خدمت شما عرض بکنم توی این جنگ هم اینها تعدادشون کوچانده میشن و تعدادشون هم کشته میشن. خب
این وعده الهی به وقوع پیوست و آخرین پیامبر آمد، پیامبری که کاملا تأیید کرد پیامبران قبلی خودش رو، و در کتابی که آورد به نام قرآن اشاره کرد به این مطلب. براتون مواردی رو پشت سر هم از قرآن میخونم خیلی سریع. ای بنی اسرائیل، بقره، سوره بقره آیه 47، 247 سوره دوم آیه 47. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الله التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، بیاد آورید آن نعمتهای زیادی را که به شما دادیم و شما را بر دنیا برتری دادیم. یعنی چی؟ با شما اون عهد رو بستیم. خدا اینجا کاملا اشاره میکنه، اما میگه شما کارتان به جای رسید و زمانی که موسی رفت الواح رو از بالای کوه از خداوند بگیره، شما گوساله پرستیدید و ستمکار بودید. سوره بقره 122. ای بنی اسرائیل، بیاد آرید نعمتهایی را که به شما دادیم و ما شما را بر دنیا برتری دادیم. باز هم تکرار شده. باز در آیه بعدش میپرسد که در آیه بعدش بلافاصله میگه و بترسید از روزی که هیچ کسی جور کس دیگر را نخواهد کشید و هیچ از هیچ کس عوضی پذیرفته نمیشد و هیچ کس شفاعت کس دیگر را نخواهد کرد. یعنی اینکه شما با این گناهانی که کردی در اون دنیا عذاب خواهید شد. سوره اعراف 140. و هو فضلکم علی العالمین، و خدا شما را بر عالمین عالمها برتری داد. سوره اعراف 138. و پسران اسرائیل را از دریا گذراندیم. نکته خیلی جالب وجود داره که قرآن تایید میکنه که اینها از دریا گذاشتن. در قرآن کلمه دریا استفاده شده، نه رودخانه، و این یکی از معجزات قرآنه، به خاطر اینکه خیلی ها علاقه دارن بگن بنی اسرائیل از رود نیل رد شدن، در حالی که بنی اسرائیل از دریای سرخ رد شدن. موارد متعددی هست، الان فرصت ندارم توضیح بدم. بر قومی گذشتن که بت‌های خیش را پرستش می‌کردن، گفتن ای موسی، برای ما نیز خدایی بساز چنان که ایشان خدای دارند. گفت شما گروهی جهالت پیشه اید. یعنی بلافاصله حضرت موسی اینا را از دریا رد کردن، معجزه بزرگ دیدن، تا دیدن یه قومی دارن گوساله می‌پرستن، گفتن از این خدایان برای ما درست کن. عهد الهی رو خیلی سریع می‌شکستن. سوره جاسیه آیه 16. و ما به بنی اسرائیل کتاب دادیم و حکم دادیم و نبوت دادیم و برای آنها روزی‌های پاک فرستادیم و آنها را بر دنیا برتری دادیم. اما چه شد؟ آنها حسادت کردند، اختلاف کردند. آیه بعد جاسیه 17. و از امر دین آیاتی روشن دادیم، پس اگر اختلاف کردند، اختلافشان پس از آن بود که به حقانیت دین یقین پیدا کردند و انگیزه اختلاف آنها تنها حسادتی بود که به یکدیگر می‌ورزیدند. به درستی پروردگار تو روز قیامت بین آنها در آن اختلاف می‌کردند داوری خواهد کرد. موارد متعدد در قرآن هست، فرصت نیست، من سریع می‌گذرم. اما اینها کار به جای رسید که شروع کردن دشمنی کردن با پیامبر و پیامبر رو حذف بکنن. سوره جمعه آیه 6. ای رسول ما، به یهودیان بگو اگر فکر میکنید شما به حقیقت دوستان خدا هستید و نه غیره، بقیه مردم دوستان خدا نیستن، مسیحی‌ها و مسلمان‌ها رو خدا دوست نداره، فقط شما رو دوست داره، اگر راست میگید تقاضای مرگ بکنید که هر چه زودتر به سمت خدا برسید. بقره 40. ای پسران اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و پیمان من وفا کنید. خداوند به بنی اسرائیل میگه عهد من رو وفا کنید، رسما اینو گفته بوده، و بترسید که اگر عهد من رو بشکنید بلاها بر سر خود شما خواهم آورد. و ایای فرحبون. و یهودیان گفتن آتش به جز چند روزی به ما نمیرسد، ما به جهنم نمیریم. بگو مگر از خدا عهدی در این باره گرفتید؟ بقره 80 میگه مگه خدا عهد به شما داده که شما رو به جهنم نبره، بقیه بندگانش رو ببره؟ شما عهد الهی رو شکستید. خدا تا روزی عهدش رو به شما نگه داشت که شما هم باید عهد رو نگه می‌داشتید. جالب بدونید پیامبر اسلام وقتی آمد رو به سمت بیت المقدس نماز می‌خواند. این باعث شده بود یهودیان بگن که ببینید ما چقدر مهمیم فلان. یک روز در وسط نماز فرشته جبرئیل گابریل بر اون نازل شد و گفتش که به سمت مکه نماز بخون. وسط اون منطقه رو میگن مسجد دو قبله، مسجدی که در اون دو قبله معرفی شد. نکته جالب اینه که در کتب قدیمی و پیشگویی‌های یهود آمده بود پیامبر آخر زمان پیامبری است که به سمت دو قبله نماز خواهد خوند. این به قرآن اشاره میکنه به این آیه در بقره 142، میگه که چرا باز متوجه نشدید؟ ما این هم یک نشونه برای شما آوردیم، اما شما اصلا نمیخواید خدمت شما عرض کنم حقیقت رو بپذیرید. سوره آل عمران 76. آری کسی که به عهد خود وفا کند و از خدا پروا نباید، خدای تعالی پرواداران را دوست می‌دارد. میگه من کسایی دوست دارم که عهد مرا نگه می‌دارن. اما آیه بعد
محققا کسانی که عهد خدا و سوگندهای خود را میدهند و در مقابل متاع قلیل دنیا آن را میخرند، یعنی عهدشون را میشکنند، خدا گفت در آخرت بهره ندارند. خدا در قیامت با آنها سخن نمیگوید، به نظر رحمت به آنها نگاه نمیکنه، پاکشون نمیکنه، در عوض عذابی دردناک دارند. گفت چون عهد مرا شکستید، من این بلاها را بر سر شما خواهم آورد. این اتفاق افتاد و بر آخرین پیامبر آمد و خداوند با او عهد را بست که بتونه ادامه بده. نکته جالب، رجوع بکنیم به سفر پیدایش باب 16. بعد از این پیامبر او گفت پس از من 12 فرد از فرزندان من خواهند آمد، 12 خلیفه و 12 امام که همه نماد پاکی هستند. و عجیبه که میبینید پیشبینی کتاب پیدایش به وقوع پیوست. چی؟ باب 16. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم، او را کثیر گردانم و از او معد محمد و 12 امام پدید آورم و از او امتی عظیم به وجود آورم. این 12 امام شناسایی شدند. نام اولین اونها علی است و نام آخرین آنها مهدی است. خدمت شما عرض بکنم بنی اسرائیل این رو هم در کتابهای خودشون داشتن. نکته جالب اینه که در قرآن هم به این بحث اشاره شده. میگه وقتی ابراهیم آزمون داد و میخواست پسرش رو سر ببره و از این آزمون سر بلند بیرون اومد، خدا خطاب به او گفت ای ابراهیم، ما تو را امام کردیم. امام همان لقبی است که آن 12 نفر خواهند داشت، مقامی بسیار بسیار بالاست، از پیامبری بالاتره. گفت ما تو را امام کردیم. گفت آیا از ذریه من کسی را امام میکنی؟ خدا گفت بقره 124، خدا گفت این امر امامت عهد الهی است و عهد الهی به ظالمان نمیرسد. من عهد خودم رو با اسماعیل میبندم، عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل. یعنی چی؟ یعنی از سمت اسحاق شما عهد رو میشکنید، اما از سمت اسماعیل عهد ادامه پیدا میکنه. خدا اون گنجی خودش رو که در اون بیابان برهوت گذاشته بود به نام حجاز، بعد از 2000 سال به سراغش رفت و اون گنج رو از صندوقچش بیرون کشید و این شد پیامبر اسلام. تو جلسه بعدی انشاءالله در مورد این صحبت میکنیم، ببینیم بعد از پیامبر اسلام مسلمونا عهد رو شکستند یا نه. شما رو به خدای بزرگ میسپرم.